بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه 9 اوت سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 28 فوریه سال 2016 میلادی. در نخست هم سرخط خبرها. تسلیم دهی 4 هواپیمای رزمی به ارتش. در افغانستان داخلی جنگ در پاره دیر مسئله تمام نیجه. بی خبری طالبان از فراخوان پاکستان بر روند سال. ما شاهد حضور طالبان خواهیم بود مگر ای که پاکستان مانع ایجاد. و قتل 13 عضو یک خانواده در هند. مشروع خبرهای این ساعت. طالبان میگوید برای آغاز مستقیم گفتگوهای صلح تاکنون هیچ تماسی از پاکستان نگرفتند، اما پیش از این مقامهای پاکستانی گفتند که فراخوان صلح به تمامی گروههای مخالف فرستادند. در همین حال شماری از آگاهان میگویند که اگر پاکستان مانع ایجاد نکند، نمایندگان طالبان در ماه مارچ به میز گفتگوهای صلح حاضر خواهند شد. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که هر گروهی که قانون اساسی کشور را نپذیرند و دست به خشونت و کشتار مردم بزنند، هیچگاه با آنان صلح نخواهد شد. رفیع صدیقی جزئیات می‌دهد. پس از پایان دور چهارم نشست چهار جانبه، انتظارها بر این است که روند گفتگوهای صلح به نتیجه برسد و افغانستان به صلح پایدار دست یابد. پاکستان هم به مخالفان مسلح به ویژه گروههایی که در افغانستان درگیر جنگ هستند فراخوان آغاز گفتگوهای صلح را داده است. اما سخنگوی طالبان گفته است که تاکنون با آنان تماس گرفته نشده است. در همین حال شماری از آگاهان بدین باورند که اگر پاکستان برای آغاز عملی گفتگوهای صلح مانع ایجاد نکند، طالبان در ماه مارچ در میز گفتگوهای صلح حضور خواهند داشت. یک جهت تماس بسیار واضح است که در ختم دور قبلی مذاکرات چهار جانبه بسیار به وضاحت گفته شد که نمایندگان با صلاحیت طالبان باید بیاید و بیشتر این مسئولیت پاکستان گرفته. دعوت همون چیزی است که علنا صورت گرفته و ما باوری نیست که حتمی مقامات دولت افغانستان باید دعوت کرده باشه. و قسمت دوم گپ است که این مسئولیت پاکستان گرفته. ما باوری نیست که در ماه مارچ ما شاهد حضور طالبان خواهیم بود مگر ای که پاکستان مانع ایجاد کنه. با ایران هم روابط امریکا نرمال شده و غرب نرمال شده، اونا هم منبد آمدن صلح در افغانستان هستند و چین هم حال داخل است و در این مذاکره چهارگانه آخر که ما شما شاهدش هستیم، دو تضمین کنندهش یکی چین است یکی امریکا است. این گپ بسیار مهم است. به این لحاظ پاکستان هم دیگه سرکشی کرده نمیتونه. معاون سخنگوی رئیس جمهور تاکید می‌ورزد که موقف حکومت افغانستان برای برگزاری گفتگوهای صلح مشخص شده است و تنها با گروه‌هایی که قانون اساسی را بپذیرند و دست از کشتار مردم بردارند گفتگوهای صلح انجام خواهد شد. اکنون موقف جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر برگزاری گفتگوها مشخص می‌باشد و این معنا گروه‌های افغان که خشونت را ترک کنند و در چتر قانون اساسی افغانستان بخواهند با ما وارد میز مذاکره شوند، ما با ایشان صحبت میکنیم. ولی اونایی که دست بزنند به خشونت، انجام حملات تروریستی و کشتن افراد بیگناه و غیر نظامی ها، با اونا نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان برخورد خود را ادامه خواهد داد. از سوی هم تعهدات و عملکرد پاکستان در برابر افغانستان به ویژه روند گفتگوهای صلح به دیده شک نگریسته می شود و صداقت پاکستان در این راستا زیر پرسش قرار دارد. پاکستان هیچ وقت در سیاست خارجی خود علیه افغانستان صادقانه برخورد نکرده و هیچ وقت توقع را ما نباید داشته باشیم. طبعا پاکستان سیاست های خود را مثل همیش ادامه داده در قبال افغانستان، ولی در پرتای مذاکرات صلح چهار جانبه ما فکر میکنم که مذاکرات صلح شش جانبه شاید این بار حکومت افغانستان در نظر داشته باشه. پس از فروپاشی رژیم طالبان از 14 سال به این سو افغانستان شاهد ناامنی ها در بسیاری از بخش هایش بوده است و طالبان در این مدت هیچ خواست صلح طلبانه حکومت افغانستان را نپذیرفتند. دیده شود که این بار چقدر امیدهای گفتگوهای صلح به حقیقت خواهد پیوست.
کماندوهای افغان داخل روستای سالنگی های دند غوری بغلان شدند و میگویند سنگرها و خندق های را که طالبان مسلح در مساجد و خانه های مردم ایجاد کرده بودند توسط نیروهای امنیتی تسخیر شده است. احمد جاوید سلیم سخنگوی لوای اول فرقه عملیاتی کماندو میگوید نظامیان مستقر در دند غوری پلخمری از سوی قوای هوایی کشور حمایت میشوند و در بمباردمان شب یکشنبه 22 طالب مسلح کشته شده و 7 تن دیگر آنان زخمی شدند. محمد زاکر نوری از بغلان گزارش میدهد. پس از آنکه قوای هوایی کشور سنگرها و خندقهای مستحکم طالبان مسلح را در روستاهای اکاخیل، سالنگیها و جوینو دند غوری بمبارد کرد، کماندوهای افغان خود را به قریه سالنگیهای دند غوری پلخمری رساندند. سخنگوی لوای اول فرقه عملیاتی کماندو میگوید شب یکشنبه طالبان مسلح این روستا 22 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشتند. در 24 ساعت گذشته کماندوهای اردوی ملی افغانستان در تشریک مسایی و هماهنگی با لوای 777 قوای هوایی افغانستان تانستند سنگرهای دشمن را منهدم و به تعداد 22 نفر از دشمنهای صلح امنیت مردم افغانستان روی جهنم کنند. 7 نفرشان زخمی و ساعت فعلا به طرف صرف نیروهای ویژه یا کماندوهای اردوی ملی افغانستان است. کماندوهای افغان میگویند طالبان مسلح دند غوری سنگرها و خندقهایشان را به داخل خانه های مردم و مساجد روستای سالنگی ها نیز حفر کرده اند. تاسفانه ایجا مسجد است. خانه خداوند جل جلاله او که دشمن های سال مردم افغانستان از ایجا من ایسی یک موضوع بسیار زیاد مستحکم استفاده کردند. این های تاریخ. کش کده که توشکارت طالبان از خانه ملکی و سنگرهای خود استفاده کرده از مال مردم. نظامیان مستقر در دند غوری پلخمری از ادامه عملیات و پیشروی های چشمگیرشان سخن گفته و تاکید دارند که بر ضد طالبان مسلح داخلی و خارجی در این روستا تا پای جان می رزمند. خانواده های نیازمند در ولایت غور از کمک های بنیاد بیات مستفید شدند. نماینده این بنیاد میگوید برای 100 فامیل از بیجا شدگان غور که سخت به کمک نیاز داشتند از سوی این بنیاد کمک های غذایی توزیع شده است. نماینده خانواده های نیازمند در غور تاکید میکند که این کمک ها نیاز اساسی است و از دیگر نهادهای کمک رسان در افغانستان خواست تا برای مردم که دچار مشکلات اقتصادی هستند کمک کنند. برای 100 فامیل نیازمند در ولایت غور کمک‌های غذایی بنیاد بیات توزیع شد. نماینده بنیاد بیات در هرات می‌گوید این کمک‌ها به سلسله کمک‌های بنیاد بیات که هر ساله برای نیازمندان توزیع می‌شود صورت گرفته است. احمد الله حبیبی نماینده این بنیاد می‌گوید به زودی به دیگر ولایات نیز این کمک‌ها توزیع خواهد شد. اونن د غور ولایت هغه مستحق کسان چې راغلي دي د هرات ولایت او د دې سره کوم کومکونه چې په تصمیم کې بنیاد بیات لو د هغه کومکونه مون نن توزیع کړل چې هغه کې ډېر کورنۍ دي چې نن یې د کومک اخیستلو لپاره ځان حاضر کړی دي او نو زموږ کوشش کوو چې دغه کومکونه د تجاري وساتو. در همین حال نماینده بیجا شدگان ولایت غور تاکید میکند که در شرایط کنونی مردم غور در وضعیت بسیار ناگواری به سر میبرند. محمد ناصر غوری از دیگر نهادهای کمک رسان خواست تا در فصل سرما برای نیازمندان کمک های عاجل را توزیع کنند. تشکر میکنم از مؤسسه بنیاد بیات. واقعا که کمک های به جای و ارزنده داشتند. مردمی که شما در حضوردار شما ببینین و مردم های مستحق و قریبن این اکثر از اینا مردم هایین که این به مشکلاتی بسیار فراوان دوچارن. از سوی هم شماری از بیجا شدگان غوری که کمک دریافت کردند تاکید میکنن که جنگ ها باعث آوارگی آنها شده و طی این مدت جز بنیاد بیات هیچ نهاد دیگری به آنها کمک نکرده است. مردم مستحق ولایت غور که مهاجر شدیم به این منطقه آمدیم بسیار مشکلات های زیادی داریم از نگاه مواد غذایی، البسه، از جای، از هر چیزی. امید داریم که در آینده هم کمک های بهتری به ما این مؤسسات خیریه بنمایند. تیم خود بنیاد بیات که واقعا
برای مردم مستضعف ولایت غور اونا کمک کردن و تیم همکارانی که در استنوال شبکه افغان بیسیم است، اینا همه واقعا زحمت کشیدن و ما خواهان ازی هستیم که در طبقه ضعیف اونا بیشتر توجه داشته باشند و توجه بکنند. تشکر میکنم از بنیاد بیاد که آمدن با مردم مستضعف غور که واقعا اینا ناتوان هستند و کدام دارایی ندارند، مهاجر شدن، با اینا کمک کردند. بنیاد بیاد هر ساله در پلوی کمک به بازسازی در بخش‌های صحت، معارف، ورزش، راه‌های مواصلاتی، پرورشگاه‌ها و بخش‌های فرهنگی در افغانستان کمک‌های اضطراری خود را نیز در فصل سرما برای نیازمندان در نقاط مختلف کشور ارسال و توزیع می‌کند. مسئولین این نهاد می‌گویند قرار است در چند روز دیگر چند محموله دیگر کمک‌های آنها برای نیازمندان در غرب افغانستان توزیع شود. ادامه خبرها در آرینا نیوز، اما وقفه کوتاه در آرینا. فرمانده پلیس ولسوالی سنگین هلمند با ده ها سرباز تحت امرش به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شده است. به گفته مسئولان امنیتی، این افراد دو روز پیش از سوی نیروهای ارتش و نیروهای خارجی بازداشت شدند. هرچند فرمانده پلیس هلمند میگوید مشکل این فرمانده و سربازانش حل شده و به زودی رها خواهند شد. سرپرست فرماندهی پلیس ولسوالی سنگین هلمند دو روز پیش به زن همکاری با طالبان از سوی نیروهای ارتش و خارجی بازداشت شده بود. به گفته برخی منابع در این ولسوالی، سرپرست پلیس سنگین در نظر داشت تا این ولسوالی را به طالبان مسلح تسلیم کند. اما فرمانده پلیس هلمند میگوید این مسئله به دلیل درگیری لفظی به میان آمده و قرار است این فرمانده رها شود. نه دا برخورد ملی اردو او پلیس دغه یو نفر د دوه افرادو تر مابین دا برخورد شوی. انګېزه یې بس دغه وه چې ټاور د ما خواته فایر کړی دی او دغه وکړې ته یې ما خواته فایر کړی دی، بس په دې وجه باندې سره لفظي شخړې کړې ده. د دې شخړې په نتیجه کې یو نفر په شهادت رسېده. فرمانده پلیس هلمند همچنان تاکید میکند که این افراد در قلعه اردوی 215 میوند در شورا به سر میبرند و قرار است به زودی به وظایف خود برگردند. و همچنان امنیت در ولسوالی سنگین هلمند را قناعت بخش دانسته تاکید میکند که عملیات در این ولسوالی ادامه دارد. کماندوی پیتر طول دی ولسوالی پیشاو خواهد پا عملیات رو بخودی طول آقا ساحید چی دی دکمن پلاس که در دولتی زواکون و ناست ورغلی دی او ولسوالی پیران برحاله دالتا نور زواکون هم دی جنه دی پوستو پا جورول و هستا استا لگیا دی. برخی منابع همچنان گفتند سرپرست پلیس سنگین و افرادش اکثرا اسلحه طالبان را تمویل می کردند و با آنان ارتباط تنگ و تنگ داشتند. نیروهای آمریکایی چهار هواپیمای جنگی را به نیروهای امنیتی افغان در نگرهار سپردند. فرمانده نیروهای هوایی هنگام تسلیم گیری این هواپیماها در فرودگاه نگرهار میگوید این هواپیماها در جنگ بر ضد مخالفان استفاده خواهد شد. مسئولان ارتش در شرق کشور میگویند نیاز جدی به هواپیماهای جنگی در این بخش کشور دیده می شود. دو هواپیمای جنگی جت‌مانند و دو چرخبال کمک جدید ایالات متحده آمریکا به نیروهای نظامی افغان است که در ولایت ننگرهار به ارتش ملی تسلیم داده شد. سلور نوا سلاخ لري بمونخ لري دونیم ساو دونیم ساو کیلوګرام کیلوګرام چې دوه پاته تقریبا 300 کیلوګرام کیږي او په لیزر باندې جهاز دی دوه راکټ رابری اخلي او غیر رابری راکټونه مخ دوه توپ هم لري او د افغانستان داخلي جنگ لپاره ډیره مسالې تمویلږي. از سوی هم فرمانده قلعه اردوی 201 سیلاب در شرق کشور تاکید میکند که نیروهای ارتش به این هواپیماها نیاز جدی داشتند و در جنگ بر ضد مخالفان از این هواپیماهای جدید استفاده میشود. نور منتا خصوصا دغه مدل تیاری چې اوس راغلی دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې موثرې تیاری دي، لکه معاون صاحب چې ویلې هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالولی شي، هم توپ لري. یعنی موږ ښه استفاده ځینې موثر استفاده کوو. یک خلبان افغان که در ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است میگوید این هواپیماها در جنگ بسیار ارزشمند خواهد بود. دا تیاری در افغانستان دپاره ډیر مساعد دي، خصوصا د سکورتي جنگونو دپاره چې خپل زمینی قوتونه
حمایه کو ډیر زیات موثر دی نو ان شاء الله الرحمن دوايي پوسټر دا ډول کې چې په هر ځکه په خپل زمینی کتاب سره زمونږ همکاري نیروهای هوایی افغان در حال حاضر بیش از 100 هواپیمای جنگی و باربری دارد و به گفته مقام ها تا سال 2017 تمامی 20 فروند هواپیمای جنگی وعده داده شده از سوی امریکا به نیروهای افغان تسلیم داده خواهد شد. افغانستان در سال نو خورشیدی با تهدید کمبود آب مواجه است. وزارت زراعت میگوید کاهش برف و باران در زمستان امسال بخش افغانستان را در تابستان آینده زیر تهدید کمابی قرار خواهد داد. همزمان با این اداره هواشناسی خبر می‌دهد که تابستان سال آینده یکی از تابستان‌های گرم خواهد بود، در حالی که بارش باران در بهار پیشرو قابل پیش بینی این اداره نیز است. نصرت پارسا جزئیات می‌دهد. تغییر اقلیم جهان و نشانه‌های آن در افغانستان. در زمستان امسال تنها 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی‌های نسبتاً مؤثر بوده است، اما در بسیاری شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل از بارندگی‌هایی که انتظار آن می‌رفت تا هنوز خبر نیست. در کابل که نباریده هر کسی که بخ باینه کدی وزارت زراعت بارندگی‌های امسال را چشمگیر نمی‌داند و می‌گوید سال آینده بخش‌های از افغانستان با چالش کمابی روبرو خواهد بود. ما در معرض کمبود آب در بخش از مناطق افغانستان روبرو خواهد شدیم که یک مشکل طبیعی است، یک مشکل است، ولی تلاش می‌کنیم که ما بتونیم با شیوه ها و راهکارهایی که برای همچو حالات پیش بینی شده با این شیوه ها و راهکارها عمل بکنیم و کوشش کنیم که مزارع را تا حدی که توان داریم اکمال بکنیم از نگاه آب. پیش بینی های اداره هواشناسی نشان می دهد که در روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه همین هفته بخش های از افغانستان به شمول کابل شاهد بارش باران خواهند بود. این اداره خبر می‌دهد که در بهار پیشرو هم باران خواهد بارید. معمولاً اکثریت بارندگی‌هایی که در افغانستان صورت می‌گیرد بیشترش در فصل بهار است که اکثراً ما شاهد سیلاب‌های محلی به خصوص شهر کابل هم هستیم و او چیزی که ما پیش بینی می‌کنیم در ماه در فصل بهار ما بارندگی‌هایی خواهیم داشت که در ولایت و در مرکز خواهد بود. کابل که می‌گفتند بی‌زر باشد و بی‌برف نه، اما امسال نه زر بود و نه هم برف. زمستان امسال کابل یکی از گرمترین زمستانها حداقل در یک دهه گذشته بوده است. پارسال پایین‌ترین درجه حرارت در کابل منفی 11 درجه بود، در حالی که امسال پایین‌ترین درجه حرارت تا منفی 9 درجه رسیده بود. بر اساس پیش‌بینی ها تابستان سال آینده هم در کابل یکی از گرمترین تابستان ها خواهد بود. نصرت پارسا، آریانا نیوز. بیننده رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه باشید. در ادامه هم توجه کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. در جریان حمله افراد داعش امروز در اومه بغداد 13 سرباز و نیروی پلیس کشته شدند. مقام های عراقی می گویند هدف این حمله که در منطقه ابو غریب صورت گرفته است یک مرکز فرماندهی ارتش بوده است. بر اساس گزارش های دریافتی در ابتدا 3 موتر بمبگذاری شده به این منطقه حمله کرده و به دنبال آن بین پیکارجویان داعش و نیروهای عراقی تبادل آتش صورت گرفته است. در یک گزارش به نقل از ارتش عراق گفته شده که اوضاع اکنون تحت کنترل می باشد و مقررات منع آمد و رفت در این منطقه برقرار شده است. یک مرد 35 ساله در هندستان ابتدا گلوی 14 نفر از اعضای خانواده‌اش از جمله 7 فرزند و والدین خود را بریده و سپس دست به خودکشی زده است. بر اساس گزارش‌ها این مرد قبل از این اقدام غذای مورد استفاده خانواده را با ماده بیوشی آلوده کرده است. همسایگان پس از فریادهای خواهر این فرد که از این کشتار جان سالم بدر برده است از این قضیه آگاه شدند. پلیس شهر تاین در نزدیکی ممبئی گفته که انگیزه قاتل مشخص نیست. خواهر قاتل اکنون به بیمارستان منتقل شده است. یک پلیس آمریکا در نخستین روز کاری خود به ضرب گلوله کشته شد. اشلی گوندن روز گذشته مراسم تعلیف ورود به نیروی پلیس را به انجام رسانده بود. این حادثه پس از آن رخ داده است که خانم گوندن برای رسیدگی به یک نزای خانوادگی به خانه در محل از ویرجینیا رفته بود. در این حادثه 2 نفر دیگر از همکاران خانم گوندن نیز مجروح شدند. بر بنیاد گزارش ها مزنون این تیراندازی که از کادرهای نیروی مسلح آمریکا است اکنون در بازداشت پلیس می باشد.
یکی از افسران پلیس گفته است مظنون ابتدا همسر خود را کشته و سپس به سوی پلیس که در حال نزدیک شدن به خانه اش بودند شلیک کرده است. بیننده رویدادهای اقتصادی هم تا لحظات بعد باشید، دوباره برمیگردیم. بازم خوش آمدید. به حال هم توجه کنیم به رویداد اقتصادی. مقامات افغان و ترکمنستان در ششمین نشست مشترک در کابل گرد هم خواهند آمد. وزارت مالی کشور میگوید در این نشست در مورد 21 پروژه انکشافی مشترک دو کشور رایزنی خواهد شد. از سوی هم گفته می شود در حاشیه این نشست راه آهن آقینه نیز میان مقامات دو کشور افتتاح شود. وزارت مالی کشور میگوید در آینده نزدیک میان مقامات کشور و ترکمنستان ششمین نشست اقتصادی در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت مالی میگوید این نشست برای رشد اقتصادی افغانستان با اهمیت است. ترکمنستان هیواد حیات رازی کابل تر رازی دوی نه یوازې دا چې په شپږمه ناسته کې ګډون کوي، بلکې د اور پټلۍ یا د خط آهن هغه لاره چې د ترکمنستان څخه انخوی خواته راغلې هغه پروژه هم افتتاح کیږي. وزارت مالیه میگوید برنامه تازه ترکمنستان متفاوت از برنامه های دیگر خواهد بود. کوم مرستې د افغانستان سره کیږي هغه مشروط مرستې دي. مشروط مرستې به دې معنی چې د افغان حکومت ځانته شرایط دي او بل مقابل د نړیوال ټولنې ځان ته شرایط دي. زموږ شرایط دا دي چې د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس باید افغانستان سره مرسته وسي، او کومې مرستې چې د افغانستان سره کېږي د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسول سي. بل مقابل د نړیوالې ټولنې شرط دا ده چې موږ له دوی سره کوم بینچمارک یا کوم تعهد کوو هغه تعهد باید بشپړ سي. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزاری این نشست را با اهمیت می داند. د ترکمنستان او افغانستان ترمنز اقتصادی اړیکې خدي او لا هم د خکیده پلور روان دي. کچیر دغه سیناستي دوامدار جوړ سي او خمو مدیریت شي نو زه مطمئن یم چې لاسترونی به ډیر زیات وي. تاسو پوهیږئ چې ترکمنستان هیواد د ټاپي پروژې یو ډیرو مهمو غړو څخه دی چې د ټاپي پروژې ډیر لګښت ترکمنستان هیواد ورکوي. آمادگی برای ششمین نشست ترکمنستان و افغانستان در حال گرفته می شود که قرار است بزرگترین پروژه اقتصادی گاز تاپی با عبور از افغانستان وارد پاکستان و هند شود که گفته می شود فواید خوب اقتصادی برای افغانستان دارد. در دمه هم توجه کنیم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 55 پول، یک یورو 74 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 30 پول، درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی هم 642 افغانی. بیننده رویدادهای ورزشی هم پس از وقفه کوتاه باشید.